قصه آدم های قلعه سرو ما معمولا قصه پیچیده ای نیست، چون آدم های قلعه سرو ما هم آدم های پیچیده ای نیستن. مثلا قصه ها میتونه حول یک نامه باشه. بودو آقا برزاد نامه آورده. بودو علی آقا، علی آقا بیا مثلا آمدن یک نامه. حالت گرفته است؟ آره؟ آره. نامه همینش برای دیگه. حالا چی نوشته بود توش؟ کریسمسه. خب این که خوبه. کریسمس ها همه خانواده ما دور هم جمع میشن، حتی برادر و خواهرم هم که خارج زندگی میکنن. خب این هم که خوبه. ببین نگاه کن، نگاه کن آن دو گنجش زنه انقدر گنجش مرده رو زد که مرده گذاشت در رفت. این چند سالی که اینجا هیچ وقت نتونستم پیششون باشم. یا مثلا نیامدن یک نامه. گاه همه ی زندگی آدم در انتظار نامه یک معجزه‌ای بشه و بیاد. این معجزه یه بعید و نشدنی؟ اون وقت باید چی کار کرد؟ اون وقت باید انسان خودش معجزه بکنه. ببینه چرا نامه نمیاد. اگه نامه ای نوشته نمیشه، تقصیر پستچی نیست که نامه نداره. اون روز هیچ کس شاید متوجه نشد که بهزاد هم نامه‌ای نداشت و شاید هیچ کس هم متوجه نشد که مدتی بود که بهزاد حال و هوای خوشی نداشت، مخصوصا وقتی که همیشه اون رو در حال خنده و شادی دیده بودند. به راستی این بهزاد، این مرد همیشه ساکت که همیشه غرق در دنیای محکوم به سکوتش بود، کی بود؟ چرا هیچ کدوم از ما نخواسته بودیم اون رو ببینیم؟ یعنی سکوت انسان ها گاه باعث میشه که نخواهیم کسی رو ببینیم؟ مدتیه که میخواستیم تو خاک عراق یه سری هماهنگی برای یک سری عملیات استراتژیک انجام بدیم. برای این منظور یکی از فرماندهان جنگ های نامنظم انتخاب شده، اما متاسفانه چند روز پیش با خبر شدیم ایشون موقع انجام یه ماموریت شهید شده. باید یه آدم مطمئنی که روابط عمومیش خوب باشه انتخاب میکردیم. توی جلسه فرماندهان لشکر متفق القول یاور رو انتخاب کردن و به اون رأی دادن. اینه که امروز صبح از یاور خواستن بیاد قرارگاه تا حکمشو بهش بدن. یاور آدمی شجاع و با درایته. خوش به حالش که برای همچین ماموریتی انتخاب شد. چرا چیزی به من نگفت؟ چرا یاور هیچی به من نگفت؟ من ازش خواستم. چرا پدر؟ ترسیدم وقتی بفهمی نتونی خودتو کنترل کنی و کار برای یاور سخت کنی. اما کنار این قصه های ساده قلعه سرو، قصه ساده دیگری در جریان بود و قصه ساده دیگری که به خاطر همه سادگی و مکرر بودنش زمان و مکان، جوانی و پیری نمی‌شناسد. قصه محبت انسان‌ها به هم. وقتی میان آتش توپ و خمپاره‌های دشمن می‌تواند نهال کوچک سروی به لطف خدا بروید، رویش نهال محبتی یقیناً نمی‌توانست میان همان آتش و توپ امری محال باشد. سلام عباس آقا، بفرمایید. عزیز آقا، شما آبرو نداری. چی شد؟ بابا، مگه ما سر یه سفره گاهی توی کاسه آبگوش نمیخوردیم؟ چی شده؟ من نمیدونم چی باید بگم. به شما. بیا بشین ببینم چی میگی. نمیشینم. بشین. نمیشینم. خب نشین. چی میگی ها؟
عزیز آقا مامان من مهمونه، زنی که تمام عمر و زندگیشو گذاشت که منو بزرگ کنه، زنی که از انتخاب همسر اولش خیلی ندید. شاید اگه الان پدرم زنده بود به مراتب درد و بدبختی مامایی هم بیشتر از سنایاش بود. شاید به نظرتون این بیرحمی باشه، ولی من درد بی پدری رو ترجیح میدم به داشتن پدری که مامایی بخواد اذیت کنه. خب مادرم محبت زیاد تو زندگیش ندیده. خب دست از سر مادر من وردارین. ها؟ خجالت آوره. معلوم هست چی میگی؟ من زیر بار نمیرم. زیر بار چی؟ نمیدونم عزیز آقا، نمیدونم. دارم فکر میکنم داره اتفاقی میفته. چه اتفاقی؟ اینکه تنهایی و بیکسیش باعث بشه اتفاقی براش بیفته. مادر تو تنها و بیکس نیست عباس. اولا عباس آقا، خب حالا اون اومده بره. خب اصلا میدونید واسه چی اومده؟ من اصلا علاقه به دونستنش ندارم. اون اومده که منو برگردونه. خب اگه فکر میکنی باید برگردی برگرد. ولی من میخوام بمونم. خب بمون. مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگه من بخوام بمونم، اون که حالا اینجا دیده دیگه بر نمیگرده. ببین مادر تو زن مهربونیه که تمام عمرشو به خدمت گذرونده، حالا هم داره تو بهداری کمک میکنه. اگه بخواد بمونه حقشه. حقش نیست. کی میتونه بگه که حقش هست یا نیست؟ من. تو چیکاره که تعیین تکلیف کنی؟ پسرشم. خب باش، به من چه ارتباطی داره؟ داره، من حس میکنم اینو. چی اسم میکنی عباس؟ عباس آقا. چی اسم میکنی عباس آقا؟ اینکه داره اتفاقی میفته. اینو یه بار گفتی. چه اتفاقی؟ از من نپرسین. میخوای من بگم؟ اه؟ میخوام فکر تو رو بگم. فکر منه، کسی دیگه حق نداره بگه. نتیجه اینه که شما دیگه حق ندارید با مامان من صحبت کنید. اینجا جای محترمی عباس، و ما همه با هم حرف میزنیم. محترمانه. خدایی نکرده من به کسی بی احترامی کردم. اون که اگه بکنید با من طرفین. هر کسی اگه به دوستانش، به بستگانش بی احترامی بشه، مقابلش میایسته. آقا شما با هم میرید علفچینی، همه هم دیدن. گیاهان دارویی. قایمکی که نرفتیم. خب نرین. میرم، چون در فضای ناامنی که دشمن گاهگاه برای تجسس و اطلاعات تا یه قدمی ما میاد، نمیتونم بذارم تنها برن. ایشون شیرزن قوی هستن که چه با من چه بی من میرن. به شما چه ربطی داره که میرن؟ مگه کسی ازتون خواسته؟ بله خواسته. ماهی خانم از من خواستم که کمکشون کنم. و شما؟ باید بگم من هیچ لذتی از گیاهچینی نمیبرم. ببین عزیز آقا، واسه سن و سال شما و مامان من عجیبه که یه وقت خدای نکرده حسی بینتون پیش بیاد. من اصلا غیرتم قبول نمیکنه که اینو باور کنم، حتی یه لحظه از مخیله شما بخواد عبور کنه که بخواد پدر من باشین. بابا پدر من یه بار خدا بیامرز شد رفت، شما میخوای خدا بیامرز بشی؟ عزیز آقا دست از سر مادر من وردار. اصلا فکر کن همچین کسی با همچین اسمی اینجا نیومده. من دیگه بیشتر از این نمیخوام حرفی بزنم. مرحمت حال زیاد. چته اینجوری میای؟ اومدی دنبال من؟ بابا ایوه چه با اومد اصلا؟ حالا فهمی واسه چی اون پشت؟ واسه چی؟
نه بابا این چه حرفیه میزنی؟ مگه جا قطعه؟ من رفتم اون پشت داد بزنم، یه داد اساسی. میگم تو هم داری؟ خب برو بزن، برو برو راحت باش، برو برو فقط برو اون پشت، اون پشت. عجب دل پوری داشت. ایوه میشینی؟ نه علی آقا میشینیم بعدم پشیمون میشی میگی پاشید دیگه همجوری وایسادیم دیگه چه کاری؟ چرا پشیمون بشم؟ بفرمایید بفرمایید. خب خود دوتاتون رو تخت میشینید؟ دوتاتون رو صندلی بشینید. ای اصلا بلند شید، سر رو ببینید، مسخره کردید. خب علی آقا ما گفتیم پشیمون میشین شما. حرف نباشه، ساکت باش. من رجم با اظهار تأسف از اینکه مرخصی لغو میشه شما باید یه عملیات برید تو خاک دشمن لونه خروسا و تأسیساتشون رو منفجر کنی، آتش بازی کنم و برگردی گشگش بزنی. ای تو گودا نبود؟ اینا الان کد کردم برای احتیاط علی خواه. خیلی خوب ساکت باش. آنجا جان سوالی نیست؟ یه سوال بپرس. لونه خروسا کجاست؟ دونه خروسا؟ مهران یه دقیق با ما بیا. بچه من میگم کاش آقای یاور زودتر برگرده. آره ولی جنگو میبازیم. بابا این هنوز نمیدونم ماموریت کجا هست. میخندی؟ چیکار کنم نخندی؟ هنرو جان لونه خروسا توی محور بی هفت A52 دیگه سوالی هست؟ بله فرمانده. بفرما. آدرسش کجاست؟ آدرسش؟ مهران کجا بود؟ من نمیدونم علی آقا، شما با جکی بر صحبت کردین. تو که دیدی منو پرسیدم. علی آقا خب من چه میدونستم شما پرسیدی یا نپرسیدی؟ من خیلی که پرسیدی. خب میگفتی میپرسیدم. خب آقا من نباید آقا 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 علی آقا فرمونده دعوا نکنین. لطفاً برید آدرس دقیق محل، نقاط آتش بازی و ساعت دقیق ماموریت و چند سوال احتمالی دیگر رو برای محکم کاری بپرسید و برگردید. خیلی خوب ساکت باشتا. سلام آقا سلام. دست آجام آجام این چی به خواهد آوردی؟ اینو برای احتیاط آوردم، اگه سوالی جا مونده باشه همون تو بپرسیم. حرف بزن گنزدی رفت.
دیگه سوالی نیست؟ یعنی یه سال دیگه بپرسی ما میدونم و تو ببخش فرمانده من میتونم؟ بله شما بفرما. کی با آن رو میره؟ این بخشش دیگه داوطلبیه. یکی داوطلب بشه. من برم فرمانده. نه نمیشه. بله بدون بیستم چیکار نمیشه. من برم فرمانده. ما نگیره ننمایی ننداز. یعنی چی؟ یعنی همینی که گفتم. یعنی شم نداره. بهزاد میگه من برم. نه پس مو برو. خیلی خوب ختم جلسه. آدار جان. فردا صبح را میفتید. شب میرسید اونجا. بعد از موفقیت صبح را میافتید، شب میرسید اینجا. سوالی هم نباشه. ختم جلسه خلاص. ببخشید فرمانده. امشب چی کاره؟ میخوابیم. شناسایی فعال کردن اینترنت همراه یادته؟ چطوری برای دوستام شارژ بفرستم؟ با چه شناسایی باید بستهای تخفیفی رو فعال کنم؟ دیگه لازم نیست شناسه‌های زیادی رو حفظ کنی. برنامه کاربردی ایرانسل من رو روی گوشیت بریز و خیلی راحت موجودی شارژتو چک کن، همونجا شارژ کن و خدمات مختلف و فعال و غیر فعال کن. ایرانسل من، ایرانسل. شما اینجا این آقا آندره؟ میبخشین اصلا متوجه نشدم. من خیلی متاسفم که مرخصتون لغو شد. حتما روزگار برام نقشه کشیده. مگه نه مامان مایی؟ حتما نقشه خیری کشیده. منم همینطور فکر میکنم. گفتم قبل از رفتن از شما خداحافظی بکنم، ممکنه دیگه فرصتی نباشه. حتما صبح میامدی مشایعت. زحمت میشه آخه، لازم نیست. دفعه اولم هم که نیست. مامایی من میخواستم از شما تشکر بکنم. شما واقعا برای من خیلی زحمت کشیدین. شما برام مثل عباس میمونی. البته عباس آقا. آره عباس آقا. کریسمس کیه؟ فردا شب. ایشالا میری سالم برمیگردی. آره برمیگردم. مطمئنم. شما برمیگردین تهران نه؟ منتظر یه جملم که عباس آقا بگه که باهاتون میاد. به شما گفته؟ میشد حد زد. مامایی اگه برگشتین اینو میرسونین دست پدر و مادرم؟ آدرسم روشه. خودت برمیگردی، خودت میری پیششون. آره خوب برای احتیاطه، فقط برای احتیاط. میشه؟ برای ننه؟ چی؟ اون عشقا مال تو برای کی؟ برای عشقای شما که مهربونه. اگه فردا برگشتم اجازه میدین شما خانواده من بشی؟ شما خواهرم. آخه اون همسن و سال شماست. از شما مادرم. و باقی اونا هم اونا سالاست که برادرم هم. نزدیکتر از اونا، هم نفستر از اونا، همراهتر، مونستر،
همسفرتر از اونا. شما هم هستین. آخه کی میگه که ما نمیتونیم کنار هم باشیم؟ من اینجا یه چیزی فهمیدم. چی؟ فهمیدم اون چیزی که باعث جدایی بین آدم ها میشه دینشون نیست، خودخواهی هاشونه، تعصباتشونه که از خودخواهیشون میاد. چطور وقتی خدای همه ما یکیه، پیام آوریشون از طرف یکیه، میشه راهشون از هم جدا باشه؟ اون فقط میخواد ما انسانهای نمونهی باشیم، اینطور نیست؟ بله حتما همینطوره. آدمایی از هم جدا میشن که رویاهاشون از هم جدا بشه. چطور رویای من میتونه از یه مسلمون، یه یهودی، یه زرتشتی جدا باشه وقتی رویای هممون توی جاست؟ ایران اسم قشنگیه نه؟ زیباترین و تکترین و قدیمیترین اسمی که رو نقشه ها بوده و هست. بله بله خیلی قشنگ. دارم شعار میدم نه؟ داری شعور نشون میدی. برم به اونا بگین نشد، پدر و مادرمو میگم. خواستم بیام ولی یه کار پیش اومد، یه کار مهمتر واسه یه مفهوم مهمتر. ایرانو میگم. بهشون بگیم به جای کریسمس رفتم چهارشنبه سوری. راستی ماما یادم رفت بگم عباس تو خونه منتظر شماست. خدایا چه چیزی در قصه ساده و صادقانه این بچه های ایران است که اینقدر پرشکوه و پر افتخار است؟ نترسی و شجاعت، مهربانی و فهم، درک کردن و گذشت، جان فشانی و از همه مهمتر وطن پرستی و آزادگی. چه کسی میتواند جرأت کند بگوید بچه های ما نمیفهمند، خوب تشخیص نمیدهند و راهشان را نمیشناسند؟ خدایا برادرمان که اسمش آندر است و ما او را آندو صدا میکنیم در پناه خودت سالم نگهدار. برای ما، برای ایران و برای خانوادهش کاری کن کریسمسش مبارک باشد. خیلی مبارک. یه جورایی که نه، اصلا قضیه ناموسیه. اگه مرد بودید میفهمیدید. اه؟ شما آقایی؟ اصلا معلوم نیست. حالا داشتم میگفتم این مادر من، این مای خانم خیلی زن ساده و زود باوریه، ولی برعکسش این عزیز آقا. نمیخوام بگم آدم بدیه، ولی یه جورایی احساس میکنم که آب زیر کاهه. یه لبخندی تو صورتش که وقتی گریه میکنه بازم میخنده. مسخره است واقعا، مسخره است. بعد حالا شما فکر کن یه همچین آدمی یهو توی یه شرایطی بشه بابات. بله بله شدنی نیست. ببینم شما دونالد داک نسبتی داری؟ خیلی شبین، مخصوصا این نوک پهنتون. چی میگفتی؟ بواق بواق.
آره آفرین آفرین چه خوب ادامو در آوردین. عباس عباس آقا عباس آقا چی کار میکنی؟ سلام خانوما. سلام عباس آقا. شما از که اینجایید؟ از جایی که لازم بود. یعنی همه حرفا شنیدید؟ به حد کافی. شما چطور؟ به ناچار. شانس آوردی حرفاتو به اردکا زدی. به شما میگفتم، البته خصوصی. حالا که به همه جار زدی. منظورتون اردکاست؟ اینا امنه. همه. منم امنه امنه. بفهمید. شما بفرمایید. کجا؟ بیرون. ولی من باهاتون حرف دارم. من ندارم. من دارم میترکم. البته صبح یه بار ترکیدم. صبح واسه چی ترکیدی؟ رفتم همه چیز رو وزید آقا گفتم. دیوونه. وزید آقا چی گفتی؟ بهش گفتم که قضیه ناموسیه، دور شما رو خط بکشه. عباس. عباس آقا. آخ کوفت عباس آقا. خدا بگم چی کارت نکنه. آخه مامایی بهتر شما هم بیخیال شین. از چی بیخیال شما؟ حال شما زیاد سخت نگیرید مای خانم. هنوز که چیزی نشده. آخه میشه آدم نفهمیده، نسنجیده، الکی با حماقت، با بی‌شعوری. بس دیگه مامایی، من گلاب ردیف نکنی. اگه تمام گلابای دنیا رو ردیف کنم کمته. معلومه چی تو کلته؟ اصلا چطوری این حرفای احمقانه تو اون مغزه؟ قربون اون مغزت بشم. دست شما درد نکنه. ساکت. بیا برو بیرون تا نترکیدم. منم دارم میترکم. از چی عباس آقا؟ از غیرت، از ناموس پرستی، از خشم. برو بیرون. به سر یه خلوشل دیوونه یه دوست داشتنی. من مامی خانم آبرومو برد. آره باشیم. وای خدا از دست این بچه. حالا که چیزی نشده بریم تو. من راحت تر شدم. این صدا چی بود؟ چه لقا عباسه؟ هر موقع غیرتی میشه یا عصبانی میشه یه جای پیدا کردم اینو پشت مشتا جیغ میکشه. این بار دوم امروز ها؟ واقعا؟ ها؟ خب شاید دوبار غیرتی شده، شاید دوبار عصبانی شده، چه میدونم شاید یه بار غیرتی شده یه بار عصبانی شده. ولی اصلا کار درستی نیست. اصلا درست نیست. ای بابا حاجی ببخشید ای عباس جیغ زد ما حواسمون پرت شد. چرا جیغ میکشه؟ غیرتی شده. برای چی؟ برای چی؟ یه لحظه. برای چی؟ ولی خب من همینطوری چیزی پروندم. میگه همینجوری یه چیزی پرونده. کی پرونده؟ مهران. برای چی پرونده؟ چی پرونده؟ بی خودی یه حرفی پرونده. مواظب باشید این روزا حرفا رو بی خودی نپرونید. دشمن حساسه. میشنوی؟ نه علی آقا. میگی بی خودی حرفا رو نپرونین. آقا تقصیر عباس بود. میگی تقصیر عباس بود. علی آقا تو رو خدا من دیوونه نکنید. فقط به حرفان با دقت گوش کنید و عمل کنید. تمام. قد شد. خب شاید به دلایل امنیتی علی آقا. اه چرا نگفته قد کردم؟ یه نگاه بنداز ببینم. نگاهی به سوال دیگه دو شرمه. گرف گرف. چیه؟ الو حاجی؟ حاجی؟ چی شد؟ ما نگران تو شدیم؟ خودتو لوس نکن. حالا به حرفام خوب گوش کنید. اگه آتش بازی تو لونه خروسا مورد رضایت روباها نشه چهارشنبه سوری میفته تو کریسمس. ایان ره بینما به جای کریسمس داره میره چهارشنبه سوری؟ آن دو کیه؟ آن دو الان روباهه. روباه نیست آن دو باغداساریانه. باغداساریانه پسر لوننده لوننده چه
چش هرچی شما بگین، هرچی شما بگین. پس در صورت کریسمسی شدن همه روباها باید برن تو حوض. نه حاجی، زمستونه، سرد و حوض، همه روباها یخ میزنن. علی آقا، حوض یعنی سنگر. ها؟ چش حاجی چش، انشالله چهارشنبه سوری میشه. انشالله. انشالله، تمام. من باید بگم تمام. شما بفرمایید. تمام. تمام. اوضاع خیلی کیش میشه. کیش میشه یعنی بغرنج. حالا چی شد؟ من نفهمم حاجی چی گفت. کدا یعنی چی میگه؟ حاجی گفت اگه این عملیات موفقیت آمیز نباشه دشمن ناراحت میشه دخلمونو میاره. وایلا. پس اوضاع خیلی بغرنجه. کیش میشه. خیلی خب بابا تعامله. نخوابیدی؟ گریه برای چیه؟ چرا؟ بزن. میانه من روی سر کاغذ. راست میگی بهزاد، دوست داشتی حرفاتو به هم میگفتی؟ پس یه قول بده وقتی برگشتیم حرفاتو برام بنویس. الان خودت گفتی دوست داری حرفاتو بهم بگی. میتونی بگی؟ فردا شبه؟ میترسی؟ من خیلی میترسم. نگرانم. حس میکنم این دفعه قراره یه اتفاق بدی بیفته. حس میکنم قراره یه چیزی رو از دست بدم. یه خواب دیدم. مگه خواب دیدم پرنده های زیادی در حال پروازن. من وسط یه دشت سرسبز ایستادم، دستامو دراز کردم که اونو منو بگیرن و با خودشون ببرن. یه نفرم اونجا بود و نتونستم قیافش رو ببینم. پرنده ها منو گرفتن که با خودشون منو به پرواز در بیارن. ولی اونو نه، اون داشت گریه میکرد، منم گریه میکردم. بعد داد زدم که اونم با خودمون ببریم، ولی پرنده ها اصلا توجه نکردن و رفتن.
خب بعد تو برای این خورنده بخواب منم میخوابم. چهارشنبه سوری آجیل یادت نمید؟ میارم برای کریسمس. یه وقت کار نکنی ها، همش همونجا خرج میکنی، خروس عصبانی میشن. اون وقت غلط میکنن، خروس عصبانی میشن. آقا منو نگاه، میارم میگم نه. علی آقا یه دقیقه دست عباس بگی خسته میشه، بذار بغلت کنم. این چه اسم سیاحت نی ها، آکنونه رو فکرن غلط کنن. چه قانونن؟ چه تو محل نذار، آوردی بده خود من. چی چرا غلط میکنم؟ بیا بر بیس برای خودت که داری حرف میزنی. ای بای علی آقا، بابا دارم بچه ها میرن، شما چرا قد عصبانی؟ بیا بر بیس ببینم. ای بابا چرا جا به جا میشین شما؟ دوستتون دارم، اگه بعدی دیدید حرارم بابا بیا بر بیس بر نگردی. آقا بیا بر بیس سالم و سلامت. خدا نگهدار. سلامت. سلام پسرم. سلام مامان. سلام خانم عطابکی. مامان ماهی صدام کن. جدی؟ من با شما کاری دارم. اتفاقا منم با شما کار دارم، بفرمایید. بعدن بفرمایید تو. من با تو کاری ندارم، میخوام اون جمله رو بگم. حوصله ندارم. جمله معروف، برو بعدی رو جمع میکنیم و میریم تهران. غلط میکنی. مامایی شما باید برگردید تهران، منم باهاتون میام. برای من تکلیف معلوم نمیکنی که چی کار باید بکنم. کجا حالا؟ عباس آقا سیریش نشو، کار دارم. مامایی شما دارید اشتباه میکنید. من 17 سال اشتباه کردم. سلام عزیز آقا. حتما خیلی سخت است در میان سالی و در گذر از میان سالی عمرت ایستادن و نگاه کردن به سالهایی که پشت سر گذاشته ای و به سالهای محدودی که در پیش داری. ساده ترین کار این است که به راهی که رفته ای ادامه دهی، ولی گاه سخت ترین و سنگین ترین کار این است که بخواهی مسیر آیندت را تغییر دهی. آیا مامان ماهی قصد داشت چنین کاری کند؟ سروم سروی بی خزان حد کشیدم.